سلام میکنم خدمت همه شما عزیزان بینندگان خوب تلویزیون تصویر ایران. اومدیم خدمت شما دوباره با برنامه اینو و روز اینو برای شما عزیزان. میدونم که روز 13 به در رو پشت سر گذاشته و برنامه ما در روز یک شنبه داره پخش میشه. دیروز روز 13 به در بود در اینجا و خب مراسم 13 به در هامبورگ بسیار قشنگ و خوب برگزار میشه در اشتاد پارک هامبورگ، که تمام ایرانیانی که در هامبورگ هستن تشریف میارن به اشتاد پارک و در اونجا مراسم 13 به در انجام میدن و اون سبزه و چیزایی که دارن میارن، چمنا رو گره میزنن، خانوما آرزو میکنن برای سال دیگه انشالله ازدواج کنن و دوستان عزیز به چی میگن رقص و پایکوبی و کباب درست کردن و خیلی جاتون خالی واقعا در روز هامبورگ، در روز 13 به در هامبورگ. ایشالله که قسمت بشه شما تشریف برید اینجا و روز 13 به در ایران هم شما خوش بگذره، که دوستان همه به کنار اطراف شهر میرن، ولی در ایران در تهران خب ما چند وقت پیش رفته بودیم، وقتی که به کنارهای مثلا تهران میرفتیم اون زمانهای قدیم خب همه چمن و خوب و رودخونه بود چیز بود، الان هر چی میری یا آشغال و یا از این شیشه های نوشابه که خالی شده ریختن دورورای کیسه زباله و اصلا بوی تعفن نمیذاره که شما یه دقیقه از کنار جاده عبور کنید، وای بالا که خواهد برید یه پتوی پهن کنید بشینید. این مال زمانهای قدیم بود در ایران. ولی یه مطلب خوب براتون بگم، من یه رپورتاجی میخواستم درست کنم خب از شمال ایران، اینا ما فیلم برداری کردیم و وقتی که برگشتم من آلمان نشستیم فیلم رو تماشا کردیم که ادیت کنیم برای برنامه، هر چیزی که خواستم واقعا ادیت کنم دیدم انقدر تو این جاده ما فیلم برداری که اگه بخواد حتی روم نشه دیگه نشون بدن برنامه رو، چون هر جای جاده شمال ما بودیم همش آشغال بود، از سراسر این جاده از اون اول تا اون آخر هر جا رو ما فیلم گرفته متوجه نبودیم، چون در اتومبیل در حال حرکت بود همش کنار جاده این سطلای این چیزای زباله، این کیسای زباله مشکی و شیشه نوشابه آشغال همه تپه تپه کنار هم دیگه، واقعا من روم نشد این فیلمو نشون بدم، گفتم خب این باعث سرشکستگی هموطنان عزیزمون میشه، ولی خب امیدوارم این مقدار رعایت کنن، نظافت رعایت کنن، یه مقداری خب به این محیط برسن، محیط زیست شماست، جایی که شما زندگی میکنید، هرچی میخواید نریزید در شیشه ماشین پایین تو خیابون تو جاده، واقعا باعث تاسف من خودم به چشمم دیدم، ولی خب کارش نمیشه کرد. حتی تو این راه ها که میرفتیم با این همه مسائلی که مردم رعایت میکنن برای مسائل مذهبیشون، من موندم که چرا یه توالت درست حسابی تو این راه ها نبود، واقعا همه کثیف، واقعا افتضاح به تمام معنی، به معنی واقعی. شما که اینقدر خونهاتون تمیزه، شما که اینقدر بجد منظم مرتب هستین، چرا تو این جاده ها تو این اتوبان هایی که میرید هی اتوبان میسازید؟ ولی یه جای فقط دیدیم خب تو راه اصفهان که میخواستیم بریم به سمت قم، اونجایی که دو جا بود خب بقیهش افتضاح، تا خود شیراز واقعا یه جا نبودش که مردم برن بخوان واقعا برن دستشویی برن، اینقدر کثیف بود، اینقدر کثیف بود که واقعا میگم روم نشد فیلم بگیرم نشون مردم بدم، دیدم خب باز سرشکستگی. ولی خب امیدوارم که یه مقدار مسئولین امر نگاه کنن به مسئول، یه مقدار توجه کنن به نظافت شهر و محیطی که هستن بپردازن. خب با هم میشینیم برنامه رو آغاز میکنیم با موسیقی بسیار خوب و میام به حضور شما عزیزانم. تمومه گل مهداب بر سر بومه، عاشقی جز بر تو غرومه، که برای تو زندم، آه که برای تو زندم. شده هم
تو محرومه که برای تو زندم ما که برای تو زندم روم از هر خونه به خونه تو بگیرم از رو نشونه دل من یک کاسه خونه که برای تو زندم چشمون مست تو به کنج میخون روز و شب شدم جام دست تو شدم جام دست تو به تو چون سجده می کنم شرر تو هر سینه می زنم زباسه می کنم که بعد از این بوت روی تو بشکنم بوت روی به هجرون دیگه تمومه گل مهدام بر سر بومه عاشقی جز بر تو غرومه که برای تو زنده هم ما که برای تو زنده روم از هر خون به خونه که بگیرم از تو نشونه دل من یک کاسه خونه که برای تو زنده مسابقه هفته که این هفته خدمتتون تقدیم میشه، در هفته گذشته ما 3-4 نفر بیشتر نشیم تلفن کردن به ما و دوستان عزیزی که دوست دارن در این مسابقه شرکت کنن خواهش میکنم با من تماس بگیرید. خوشحال میشیم که انشالله بتونیم برنده مسابقه شما رو اعلام کنیم و هموطنان نزدیک از هامبورگ هستن تماس بگیرید و سعی میکنیم جوایزی از شرکت‌های هواپیمایی در این برنامه بذاریم که مسابقه هفته رو هر کسی که جواب بده بلیت هواپیما یا به ایران یا به اروپا براشون در نظر گرفته شده. خواهش میکنم که حتما زنگ بزنید و جواب صحیح مسابقه رو بدید. با هم میشینیم به مسابقه هفته توجه میکنیم. تموم این حرف و بهانه بهانه های عاشقانه اگه من از تو گله دارم عاشقتم همش بهانه تموم این حرف و بهانه من از تو از من چرا حاصل داریم من و تو و من عجب حاصل داریم تو اون شهر به هر جایی پا میذاریم من و تو و من هزار خاطره
داری. تموم این حرفا بهانه است، بهانه های عاشقانه. اگه من از تو گله دارم، عاشقتم همش بهانه. تموم این حرفا بهانه است. صدام کن که بی تو تک و تنها. صدام کن که بی تو تک و تنها. صدام کن که مردم نشم رو خونه باشم، روشم پیش تو که با تو من یه دریا. تموم این حرفا بهانه، بهانه های عاشقانه. اگه من از تو گله دارم، عاشقتم همش بهانه. تموم این حرف و بهانه. دیدی عشق تو که محشر عاشق شدم. Show.
مژده به ایرانیان و افغانیان عزیز، آژانس هواپیمایی بین‌المللی یابان با 30 سال سابقه درخشان به مدیریت مهدی حق‌شنو، عرضه کننده بهترین و ارزان‌ترین پروازهای بین‌المللی، آژانس هواپیمایی یابان در پایان سال 2 بلیت رفت و برگشت به ایران را به قید قرعه بین خریداران بلیط ایرانر اهدا می‌نماید. آژانس بین‌المللی یابان نامی که می‌شناسید و به آن اطمینان دارید. آدرس ما در فرانکفورت، محل سابق دفتر هواپیمای لوفتانزا، امهاپ‌بانهوف شماره 2، تلفن تماس 069-2337-45. امروزه در جوامع گوناگون ظاهر سالم، جوان و آراسته بیش از پیش مورد اهمیت قرار گرفته و به خصوص دندانهای زیبا، سالم و یک لبخند زیبا نیز نشانه سلامتی دندانهای شماست. تیم برجسته پزشکی ما در کلینیک زیبایی به سرپرستی دکتر جعفری در خدمت شما عزیزان در هامبورگ می باشد. ترمیم دندانهای شما که شامل سفید کردن دندان در یک جلسه، معالجه لثه ها، کاشت دندان، ایمپلانت، جراحی بینی، تزریق بوتاکس و ژل، از بین بردن موهای زائد بدن، از بین بردن چین و چروک بدون عمل جراحی و لیزر، از بین بردن خطوط حاملگی و جراحی به طور دائمی. حتما برای مشاوره پزشکی با ما و با تیم مجرب ما تماس حاصل بفرمایید. آدرس ما در هامبورگ، اشتورمارن پلاس شماره 1-22-393 هامبورگ، تلفن تماس 649-849. آژانس مسافرتی تاپتیکس با مدیریت هومن جاوید در مونسبورگ سنتر هامبورگ آماده انجام کلی امور مسافرتی و تورهای تفریحی شماست. رزرو جا و تهیه هتل و وسیله ایاب ذهاب برای رفای حال مسافرین در کلی نقاط توریستی دنیا. تهیه بلیط با مناسب‌ترین قیمت از معتبرترین شرکت‌های هواپیمایی جهان. تاپتیکس شما رو به هر نقطه در جهان که بخواهید با نازل‌ترین قیمت همراهی می‌کند. آدرس: هامبورگ شخاص شماره 1، تلفن 22-69-63-83. مکان سنتی مولانا در هامبورگ با مدیریت جدید افتتاح شد. مکانی کاملا خانوادگی و استثنایی برای شما و میهمانان عزیز شما. رستوران مولانا مقدم شما عزیزان را با غذاهای مطبوع و حلال گرامی می‌دارد و هر شنبه شب با نوای دلانگیز هنرمندان برجسته موسیقی برای شما شبی سراسر خاطر انگیز می آفریند. ما مقدم شما و میهمانان عالی قدر شما را گرامی می داریم و با قیمت‌های کاملا استثنایی از شما پذیرایی می کنیم. رستوران مولانا خوش آمدید. آدرس: دانسیگر اشتراس شماره 14، تلفن 244-552. سالن زیبایی و آرایش قصر قیچی هلی در هامبورگ تقدیم می کند. مکانی برای زیبا پسندان تحت نظر صاحب نظران آرایش و زیبایی در آلمان. با جدیدترین متد آرایش، انواع کوب، مش، رنگ مو، اصلاح صورت و اپیلاسیون برای خانم ها و آقایان در هامبورگ. شما هم نیز می توانید از تخفیف ویژه سالن زیبایی قصر قیچی هلی به مناسبت افتتاح شعبه جدید این سالن نیز استفاده کنید. آدرس ما در هامبورگ، گریندل آله شماره 117-20-146 هامبورگ، تلفن تماس 44-50-63-70.
با سلام و خسته نباشید به همه بینندگان عزیز، هر کجا که هستید صدای منو میشنوید. امیدوارم صحیح و سالم و تندرست باشید و روز خوب و شب خوب رو در پیش داشته باشید. عزیزان من ابراهیمی هستم. موضوع برنامه ما امروز در رابطه با چند تا از مسائل هست که عزیزان تلفن کردن برای من نخریش گذاشتن و سوالاتی کردن که من حضورا نتونستم جواب بدم، ولی از اینجا جواب عزیزان میدم. در باره مریضی هستش که شخص تماس گرفته و گفته بود که خواهر من مریضه. این مریضی از سن 8 سالگی تا 9 سالگی باهاش بوده، یه مدت خوب شده، الان حدود 15 سالشه، دوباره مریضیش عود کرده و علت مریضی رو سوال کرده بودن. اول من باید بگم عزیزم، من که خواهر شما رو ندیدم، نمیتونم اینجوری دقیق برای تشخیص بدم بگم که خواهر شما بیماریش چی هست یا در چه شرایطی قرار گرفته. اما به طبق گفته هایی که شما گفتین و توضیح دادین، این بچه گفتین از سن 8 سالگی 9 سالگی با خودش صحبت میکرده. در سن 8-9 سالگی خیلی بچه ها هستن، نرمال هم که هستن، با خودشون بازی میکنن و با خودشون حرف میزنن. در رویای خودش، در فانتزی خودش یا دوستی داره یا آشنایی داره که با اون دوست و آشناش، اگر بچه‌ای که تنها باشه، تک فرزند باشه یا اطرافش بچه کم باشه، در تخیلات خودش میره و بازی میکنه. اما الان که به سن بلوغ رسیده 15 سالگی و گفتین که ناگهانی پادرد گرفته و یه حالتی که خورده زمین بلند نمیشه و میگه که من پام درد میکنه و باز هم همون حالت بچه که بهش دست داده با خودش حرف میزنه، میگه من چیزی میبینم. پس در این شرایط ما میتونیم بگیم بله، این دختر خانوم در سن بلوغ، البته توضیح دادین که در اطراف زندگی میکنین، از شهر دور هستین، این احتمال داره که این دختر جن‌زده باشه. ببخشید، علت جنزدگیش هم معمولاً پسر بچه ها یا دختر خانوم ها به سن بلوغ که میرسن یا خانوم های زایمان میکنن، در دوران 10 روز زایمان این اتفاق براشون میفته و این حقیقت داره. اما موقعی که این بچه در سن کودکی بود، ما باید اونو در نظر نگیریم. در الان شرایط که بزرگ شد و این اتفاق براش افتاد باید در نظر بگیریم. علت بیماری این که این دختر جوان چرا این بیمار شده، چرا این حالت دست داده، من تا باهاش صحبت نکنم و از حالت صحبتش یا از مشخصاتش یا تا براش رم نندازم، الان نمیتونم بهت بگم عزیزم، چون شما اسم خواهرتون رو نگفتین، اسم مادرتون رو نگفتین، فقط توضیح دادین که خواهرم اینجوری هست. لطف کنین تماس بگیرین با من و من بهتون بگم که اسم مشخصات میخوام، اگر بشه عکس خواهرتون رو لازم دارم که من ببینم که علت اصلی این برای چی هست. ولی این حقیقت داره، صحت داره که اطرافی هستن که برای این جور اتفاقات دعا می‌نویسن و خوب میشه. جای نگرانی نیست، این ابدی نیست، باهاش نمیمونه، ایشالله را میفته. ما همچین شرایطی داشتیم تا 18-19 سالگی بودن، ولی خوب شدن، راه افتادن. اما باید بذارین سریع انجام بشه. اگر دعانویسی دور براتون هست در همون شهری یا همون دیاری، همون جایی که زندگی میکنین، سریع برین اونجا. اگر دسترسی به من سخته نمیتونین، یا اگر هم که میتونین تماس بگیرین مجددن. این نباید بمونه، الان گفتین حدود یه ماه اتفاق افتاد، هرچی زودتر بهتر، یعنی سریعتر انجام میشه. بعد سوال دیگه اینه که آیا روح انسان مریض میشه یا نه؟ ببین عزیزانم، اگه توجه کرده بودین، بعضی افراد هستن که جسمن کاملا سالمن، خیلی خوشیکل، زیبا، آقای خوشگل، خانم خوشگل، وقتی شما نگاه میکنی میبینین که هیچ گونه ناراحتی جسمانی ندارن، ولی وقتی که باهاشون میشینین، بلند میشین، میبینین حالتهای ایشون نرمال نیست. یعنی از نظر ما که فکر میکنیم خودمون نرمال هستیم، احتمال داره ما بعضی موقع افراد باشیم که اتفاقایی برامون بیفته که از حالت نرمال خارج بشیم. نمیتونیم بگیم که فلانی نرمال نیست، ما هستیم، ولی کلن متوجه میشیم که اون شخص یا اون طرف یک بیماری یا یک ناراحتی خاصی روحی داره. بله، روح انسان هم مریض میشه. علت این که روح انسان مریض میشه چی هست؟ فشارهای زندگی، مشکلات، شکای عصبی، یا شخصی که براش دعای بد بنویسن. گفتیم، پرسیده بودین که آیا میشه آدم برای شخصی دعا بنویسه که طرف مریض بشه؟ بله، اشخاصی هستن متاسفانه که این انرژی دارن و به خاطر پول یا به خاطر
اشتباهاتی که یا در سن خیلی جوان هستن و من این انرژی پیدا میکنم و میخوان از این انرژیشون استفاده کنم، براشون مهم نیست که هر طریقی باشه. هستن افرادی می نویسن شخصی مریض میشه، یا خانمی تماس گرفته بودن گفتن که من تمام بدنم درد میکنه، هر جا میرم دکتر میبینم که هیچ گونه ناراحتی ندارم، آزمایش خون دادم، همه چیم سالمه، ولی خودم حس میکنم شاید کسی برای من کاری انجام داده شه. احتمال داره. شما برمیگردین به اطرافیانت، برمیگردین ببینین آیا با کسی خصومت دارین یا علت ناراحتی ما بین شما فک فامیل دوست آشنا هست. معمولا خانوما وقتی این اتفاق براشون میفته باید اگر متحل هستن باید برگردن به زندگیشون، ببینن که شوهراشون فرن نرفتن، با کسی آشنا نشدن. چون معمولا آقایون وقتی که عاشق میشن یا دنبال زن دیگه ای میرن و به خانم دیگه یا به شخص دیگه دروغ میگن، میگن ما زن نداریم، مجردیم یا طلاق دادیم. بعد اون خانم خب به مرور زمان وقتی دوتا انسان در کنار هم قرار بگیرن با هم عادت میکنن و میخوان به هر طریقی با هم دیگه باشن. مثلا یک طرف میخواد روی هوس به طرف دیگه بره، اون طرف با قلب پاک طرف ایشون میاد. معمولا شما باید بگردیم ببینیم پایه اساس مشکلات، چون توضیح دادی برای من با خانوادت رابطه خیلی خوب داری، شوهرت خیلی خوبه، مادر شوهرت خیلی خوبه، اما نمیدونی چی هست. یا اینکه باید دقیق توجه کنی که آیا واقعا کسی برات کاری کرده، یا اینکه باید به ادامه پزشکی تو کارتو دنبال کنی و علت ناراحتی دردتو متوجه بشی. چون درد جسمانی دردی هستش که از طریق دعا هم میشه، پس این باید شما خودت متوجه بشی. و خواسته بودی که من برات رم بندازم، ولی متاسفانه چون روی تلفن پیغام گذاشته بودی مشخصات ندادی، فقط توضیح دادی برای من. عزیزانی که با من تماس میگیرن اگر مشخصاتشون ندن، اسم مادرشون رو نگن، تلفن نمره نذارن یا همینطوری یه توضیح بدن، من نمیتونم همینطوری برای همه رم بندازم ببینم این خانم یا این آقا چه مشکل داره. من باید مشخصات داشته باشم. امیدوارم که سوالایی که کرده بودین جواب سوالاتون رو گرفته باشین و به مشکلات یا به ناراحتی که داشتین توجه کنین بیشتر و متوجه بشین که علت ناراحتی شما کجا هست. و امروز هم میخوایم برای یه دوست عزیزم که از ما خیلی دوره، تو امریکا هست و با من تماس گرفته و پیغام گذاشته رو تلفنم و گفته که من برنامه شما رو خیلی دوست دارم و خیلی تشکر کرد و من هم از اینجا از ایشون خیلی تشکر میکنم. اسم این خانم مهناز خانم هست و خواستار بودن که برای ایشون یه فال بگیرم که ببینم آیا امسال این خانم چه تغییر تحولاتی تو زندگیش انجام میشه. اوکی مهناز عزیزم از واشنگتن شما تماس گرفته بودین، من امروز چون متاسفانه در دسترس نبودم برام پیغام گذاشتی و خیلی هم خواهش کردی و تشکر کردی. ممنون از لطفت، از محبتت که به برنامه ما میبینی، اهمیت میدی و وقت میذاری. شما یه نیت بکن اگه صدای منو میشنوی، من به نیت شما یک ورق میکشم. امیدوارم که سال خوبی رو در پیش داشته باشی و شروع کرده باشی. اوکی دوست عزیزم، من به نیتی که کردی برات مهناز جان ورق میکشم. دوست خوبم، شما در سال 2008 مشکلات زیاد داشتی و یه جدایی داشتی از شخصی یا با از دوست پسر یا ازدواجی داشتی، از همدیگه جدا شدین. بعد در سال 2009 همش درگیر اداره و یا کارهای به عمد بودی، همش منتظر خبر تلفن بودی و این خبر تلفن گاه گداری ناراحتت کرده. 2010 یه مقدار به آرامش رسیدی اما این آرامش طولانی نبود و الان که شروع 2011 هست دل سرد شدین از یه مسئله و از یک عزیزی هم از دست دادی، برات خیلی مهم بود و عزیزت هم درجه یکی از خانوادت بود، نمیدونم کی هستش ولی میتونم بگم یه عزیزی برات خیلی مهم بود و از دست دادن این عزیز دل سرد شدی و یه حالت افسردگی داری پیدا میکنی. 2011 سال خوبی هست، منتظر یه شخصی هستی، یه عشقی بوده یا یه رابطه‌ای بوده که از هم جدا شدین.
امسال مجدداً با هم به طور ناگهانی دیدار دارین و این دیدارت اینقدر خوشحالت میکنه که از خوشحالی حس میکنی داری سردرد میگیری اینجا، چون یه حالتی هستش که دست رو سر گذاشتن خانم به معنی اینه که از خوشحالی نه از ناراحتی، از خوشحالی و فکر میکنه که یک معجزه شده و بیشتر وقت هم خداوند معجزه میکنه به خاطر اینکه قلبت پاکه و خداوند هم به نیت پاکت جواب مثبت میده. دوست عزیزم پولی رو از دست دادی ولی امسال به دو تا پول یا به دو تا فتراک امضا میکنه و به اون از دست رفته ضرری که در زندگی افتاد جبران میشه. کرنکهاز برات افتاده، بیمارستان برات افتاده، اگر مشکلی داری، اگر مریضی داری، شاید یک روز دو روز به این مشکلات پروبلم برات درست بشه، اما به خوبی به کمک یک شخص مسن این مسئله حل میشه و از بین میره. نمیدونم چی نیتی کرده اینجا مرد افتاد که در رابطه با تلفن، در رابطه با خبره. اگر عشقی ازت جدا شده، از یک مسیر طولانی رفته، از شهری به شهر دیگه رفته، دوست عزیزم این عشقت برمیگرده و ازش خبر خوشحالی داری. از امشب، یعنی شما که صدای منو میشنوید امشب که این فایل میبینی، شما تا 13 روز از این شخص خبر خوشحالی داری، حتما هم زنگ بزن به من این خوشحالی رو بگو. اینجا در رابطه با یک کار اداری یا یک کار دولتی که کامل ناامید شده بودی، این کار دولتی یه نامه دیگه میاد، یکم از اون نامه عصبانی هستی، ناراحت میشی، اما آخرش جواب مثبت، آخرش هم به جواب مثبت میرسی. یه چیزی رو میخوای بفروشی، فعلا موقعیتش نیست، نفروش، دست نگهدار، شاید 2 ماه 3 ماه بعد میتونی اون چیزی که داری یا اون چیزی که میخوای بفروشی ازش استفاده خوب ببری. الان ضرره، این کار انجام نده. مسافرت برات افتاد، دیدار داری، 2 فرشته کوچیک برات افتاد دلت، یا 2 بچه داری که برات خیلی مهمن، ازت دورن، دلتنگی میکنه، یا اینکه دلتنگ 2 بچه هستی از فامیل یا از آشنا یا از دوستی، ولی احتمالا من حدس میزنم بچه های خودت باشن، بخاطر اینکه 2 بچه ازت دوره، نمیدونم بچه داری یا نه، گاه گدایی فکر میکنی، اما غصه نخور، با این بچه هام دیدار خوب داری، شاید یه موقعیتی باشه در کنارت قرار بگیرم، ولی الان شرایط یه موقعیت طوری هست که باید ازت دور باشم و خیالت راحت باشه، جاشون امنه، هیچ گونه ناراحتی نداشته باش. آخرش هم به موفقیت امسال 2011-2012 تمام مشکلاتی که داشتی فکر میکردی حتی سالهاست که نمیتونی از بین ببری، به کمک خداوند امسال سال دیگه به تمام موفقیت بالا میرسی و قصه نخور که زندگیت به خوبی خوشی امسال شروع شده. خب عزیزانم، این فایلی بود که برای دوست عزیزم که تماس گرفته بود گرفتیم. امیدوارم که از برنامه ما خوشتون اومده باشه، امیدوارم که اگر سوال چیزی داشته باشید تو مسیر این برنامه به نیتی خودتون یا به سوالات خودتون برسید، هر کجای دنیا که هستید، امیدوارم با روح پاک، با شادی و خوبی در کنار هم زندگی کنین، امیدوارم موفق و مایت بشید. شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا هفته آینده. خدا نگهدار. امشب میخوام قطعه براتون پخش کنم از زمان قدیم، یاد بودی از زندیات خانم هایده، قطعه داشتیم باشون اجرا کرده بودیم به همکاری دوست بسیار خوبم آقای اسماعیل ارمندی پور، آقای سعید زرنخی نوازنده ویولون، و یادش بخیر، سالهای سال بودش که قبل از اینکه فوت سکای خانم هایده باشه این برنامه در هامبوک اجرا شده بود، بسیار خوب یادواره‌ای بود از ایشون، به هر جهت روح شاد باشه، با همیشه به قطعه توجه میکنه، امیدوارم که مورد توجه شما قرار بگیره.
مژده به ایرانیان و افغانیان عزیز، آژانس هواپیمایی بین‌المللی آبان با 30 سال سابقه درخشان به مدیریت مهدی حق‌شنو عرضه کننده بهترین و ارزان‌ترین پروازهای بین‌المللی، آژانس هواپیمایی آبان در پایان سال دو بلیت رفت و برگشت به ایران را به قید قرعه بین خریداران بلیت‌های ایرانر اهدا می‌نماید. آژانس بین‌المللی آبان، نامی که می‌شناسید و به آن اطمینان دارید. آدرس ما در فرانکفورت، محل سابقه دفتر هواپیمای لوفتانزا، امهاپانوف شماره 2، تلفن تماس 069-2337-45. امروز در جوامع گوناگون ظاهر سالم، جوان و آراسته بیش از پیش مورد اهمیت قرار گرفته و به خصوص دندانهای زیبا، سالم و یک لبخند زیبا نیز نشانه سلامتی دندانهای شماست. تیم برجسته پزشکی ما در کلینیک زیبایی به سرپرستی دکتر جعفری در خدمت شما عزیزان در هامبورگ می باشد. ترمیم دندانهای شما که شامل سفید کردن دندان در یک جلسه، معالجه لثه ها، کاشت دندان، ایمپلانت، جراحی بینی، تزریق بوتاکس و ژل، از بین بردن موهای زائد بدن، از بین بردن چین و چروک بدون عمل جراحی و لیزر، از بین بردن خطوط حاملگی و جراحی به طور دائمی. حتما برای مشاوره پزشکی با ما و با تیم مجرب ما تماس حاصل بفرمایید. آدرس ما در هامبورگ، اشتورمارن پلاتس شماره 1، 22393 هامبورگ، تلفن تماس 649-849. آژانس مسافرتی تاپتیکس با مدیریت هومن جاوید در مونسبورگ سنتر هامبورگ آماده انجام کلی امور مسافرتی و تورهای تفریحی شماست. رزرو جا و تهیه هتل و وسیله ایاب و ذهاب برای رفای حال مسافرین در کلی نقاط توریستی دنیا. تهیه بلیط با مناسبترین قیمت از معتبرترین شرکت‌های هواپیمایی جهان. تاپتیکس شما را به هر نقطه از جهان که بخواهید با نازل‌ترین قیمت همراهی می‌کند. آدرس: هامبورگ شخاص شماره 1، تلفن 22696383. آژانس سنتی مولانا در هامبورگ با مدیریت جدید افتتاح شد. مکانی کاملا خانوادگی و استثنایی برای شما و میهمانان عزیز شما. رستوران مولانا مقدم شما عزیزان را با غذاهای مطبوع و حلال گرامی می‌دارد و هر شنبه شب با نوای دلانگیز هنرمندان برجسته موسیقی برای شما شبی سراسر خاطر انگیز می‌آفریند. ما مقدم شما و مهمانان عالی قدر شما را گرامی می‌داریم و با قیمت‌های کاملا استثنایی از شما پذیرایی می‌کنیم. رستوران مولانا خوش آمدید. آدرس: دانسیگر اشتراس شماره 14، تلفن 244-552. سالن زیبایی و آرایش قصر قیچی هلی در هامبورگ تقدیم می کند. مکانی برای زیبا پسندان تحت نظر صاحب نظران آرایش و زیبایی در آلمان. با جدیدترین متد آرایش، انواع کوب، مش، رنگ مو، اصلاح صورت و اپیلاسیون برای خانم ها و آقایان در هامبورگ. شما هم نیز می توانید از تخفیف ویژه سالن زیبایی قصر قیچی هلی به مناسبت افتتاح شعبه جدید این سالن نیز استفاده کنید. آدرس ما در هامبورگ، گریندل آله شماره 117، 2046 هامبورگ، تلفن تماس 44-50-63-70. در هفته‌های گذشته من قطعی از آقای علی نودوس پخش کرده بودم. این هنرمند بسیار خوب، خیلی دوستان زنگ زده بودن، خوششون اومده بود، گفته بودن قطعات دیگه هم از آقای نودوس اگه دارید نشون بدید. چشم، سعی می‌کنم این هفته قطعه دیگه براتون پخش کنم از آقای نودوس، از هنرمندان بسیار خوب هستن.
نوازنده چیره دست ویولون. در ایران هم کلاس ویولون دارن، اگه دوستان عزیز میخوان به کلاس ویولون آقای نودوست تشریف ببرن باشون تماس بگیرید، تلفنشون در زیر برنامه میذارم و میتونید بهشون زنگ بزنید. نوازنده بسیار خوبی هستن، انسانی بسیار والا و دوست بسیار گرامی بنده. و اگر دوستان در حین برنامه من زنگ زدن راجع به مسائلی که بهتون گفته بودم برای تمیزی و حفظ یه مقدار مناسب بودن محیط زیست، واقعا واقعیت داشت من این فیلم هست اگه بخواد یه روزی نشون میدم، ولی خب باعث شرمساریه که ما خب فیلمو گرفتیم نمیدونستیم، بود توجه نکرده بودیم که کنار جاده همیشه یا گل و چمن و درخت و اینا باید بشه، ولی متاسفانه از خود تهران تا شمال فقط کیسه زباله بود و از این شیشه های نوشابه خالی و همه خورده بودن و پرک کرده بودن بیرون. و راجب مسئله بهداشتی و محیطی هم که خدمتون گفته بودم هیچ بهداشت رعایت نمیشه، من اینو به یقین میگم خدمتون، شما خودتونم میدونید. تشریف ببرید تو این اتوبان ها در ایران ببینید، واقعا افتضاح، واقعا افتضاح، خیلی بده. از نظر مسائل رعایت هیچ چیز بهداشت نمی کنن، سالن های غذا خوریشون هست خیلی معمر کردن درست کردن، ولی به توالت ها که میرید افتضاح واقعا. یعنی چندی مهمون خارجی هم بودن که موجود از کشورهای دیگه اومده بودن، گفتم خب اینا میرن کشور خودشون تعریف میکنن که ما رفتیم ایران اینطوری بود اینطوری بود، خب نباید اینطوری باشه، یه مقداری خواهش میکنم رعایت کنن مسئولین امر، اگه واقعا به جای سنگ مرمر کردن این رستوران ها بیان یه مقداری به مسائل بهداشتشون رو بپردازن زیباتر و قشنگتره. و تو راه گوشتایی هم که آویزون کرده بودن به درخت هایی که داشتن کباب داشتن، هزار تا مگس هم رو اینا بود که همینا عامل بروز بیماری مختلف هستش که در ایران میبینید، که کسان هم که از اینجا همیشه میرن ایران همیشه دچار ناراحتی های معده میشن و چه میگن بقیم نگفتنی دیگه، خیلی اسمشون نمیخوام بیارم. خب با هم میشینیم به قطعه زیبایی توجه میکنیم از آقای علی نودوست، میام به حضور شما عزیزانم.
مژده به ایرانیان و افغانیان عزیز، آژانس هواپیمایی بین‌المللی آبان با 30 سال سابقه درخشان به مدیریت مهدی حق‌شنو، عرضه کننده بهترین و ارزان‌ترین پروازهای بین‌المللی آژانس هواپیمایی آبان در پایان سال 2 بلیت رفت و برگشت به ایران را به قید قرعه بین خریداران بلیط ایرانر اهدا می‌نماید. آژانس بین‌المللی آبان، نامی که می‌شناسید و به آن اطمینان دارید. آدرس ما در فرانکفورت، محل سابقه دفتر هواپیمای لوفتانزا، امهاپانوف شماره 2، تلفن تماس 069-2337-45. امروزه در جوامع گوناگون ظاهر سالم، جوان و آراسته بیش از پیش مورد اهمیت قرار گرفته و به خصوص دندانهای زیبا، سالم و یک لبخند زیبا نیز نشانه سلامتی دندانهای شماست. تیم برجسته پزشکی ما در کلینیک زیبایی به سرپرستی دکتر جعفری در خدمت شما عزیزان در هامبورگ می باشد. ترمیم دندانهای شما که شامل سفید کردن دندان در یک جلسه، معالجه لثه ها، کاشت دندان، ایمپلانت، جراحی بینی، تزریق بوتاکس و ژل، از بین بردن موهای زائد بدن، از بین بردن چین و چروک بدون عمل جراحی و لیزر، از بین بردن خطوط حاملگی و جراحی به طور دائمی. حتما برای مشاوره پزشکی با ما و با تیم مجرب ما تماس حاصل بفرمایید. آدرس ما در هامبورگ، اشتورمارن پلاتس شماره 1، 22393 هامبورگ، تلفن تماس 649-849. آژانس مسافرتی تاپتیکس با مدیریت هومن جاوید در مونسبورگ سنتر هامبورگ آماده انجام کلی امور مسافرتی و تورهای تفریحی شماست. رزرو جا و تهیه هتل و وسیله ایاب و ذهاب برای رفای حال مسافرین در کلی نقاط توریستی دنیا. تهیه بلیط با مناسبترین قیمت از معتبرترین شرکت‌های هواپیمایی جهان. تاپتیکس شما رو به هر نقطه در جهان که بخواهید با نازل‌ترین قیمت همراهی می‌کند. آدرس: هامبورگ شخاص شماره 1، تلفن 22696383. محل سنتی مولانا در هامبورگ با مدیریت جدید افتتاح شد. مکانی کاملا خانوادگی و استثنایی برای شما و میهمانان عزیز شما. رستوران مولانا مقدم شما عزیزان را با غذاهای مطبوع و حلال گرامی می‌دارد و هر شنبه شب با نوای دلانگیز هنرمندان برجسته موسیقی برای شما شبی سراسر خاطر انگیز می‌آفریند. ما مقدم شما و مهمانان عالی قدر شما را گرامی می‌داریم و با قیمت‌های کاملا استثنایی از شما پذیرایی می‌کنیم. رستوران مولانا خوش آمدید. آدرس: دانسیگر اشتراس شماره 14، تلفن 244-552. سالن زیبایی و آرایش قصر قیچی هلی در هامبورگ تقدیم می کند. مکانی برای زیبا پسندان تحت نظر صاحب نظران آرایش و زیبایی در آلمان. با جدیدترین متد آرایش، انواع کوب، مش، رنگ مو، اصلاح صورت و اپیلاسیون برای خانم ها و آقایان در هامبورگ. شما هم نیز می توانید از تخفیف ویژه سالن زیبایی قصر قیچی هلی به مناسبت افتتاح شعبه جدید این سالن نیز استفاده کنید. آدرس ما در هامبورگ، گریندل آله شماره 117، 2046 هامبورگ، تلفن تماس 44-50-63-70. به انتهای برنامه رسیدیم. امیدوارم که از برنامه هفته لذت برده باشید. انتقادات خودتون رو برای ما بفرستید، با تلفن تماس بگیرید، در خدمتتون هستیم. امیدواریم که بتونیم برنامه‌های بسیار خوبی رو تقدیم حضورتون کنیم. از هنرمندان عزیزانی که در برنامه ما همکاری کردن تشکر می‌کنم. سرکار خانم ابراهیمی، آقای نودوس و دیگر همکاران عزیزم.
شما رو به خدا میسپارم، براتون آرزوی سلامتی میکنم، امیدوارم در این سال جدید موفق و معید باشید و بتونیم ما هم در خدمت شما عزیزان با تبلیغات بسیار خوب خودتون ما رو حمایت کنید و سعی میکنیم که بهترین برنامه رو خدمتتون تقدیم کنیم. خداوند یار و نگهدار شما. شب و روز به همه شما عزیزانم خوش.